8 تا عادت روزانه برای بهداشت حنجره و تارهای صوتی اون رو تو این ویدیو میخوان با هم مرور بکنیم. من مهدی هدایی هستم و اینجا کافه آوازه. اینجا آموزش های صداسازی نوین جهان رو با هم مرور میکنیم و در کنارش جلسات دوره همی کافه آواز رو داریم و مسابقه کاراوکه ماهانه هم برگزار میشه. اگه دوست داری از این کافه حمایت کنی و کمک کنی به عمر این کافه اضافه بشه، حتما تو کانال سابسکرایب کن و لایک و کامنت هم یادت نره. اگه سوالی داری در مورد موارد مختلف آموزش صداسازی، حتما توی کامنت ها از من بپرس. اگه تو اینستاگرام هم میبینی حتما پیج رو فالو کن، لایک و کامنت هم یادت نره. 8 تا کار روزانه برای اینکه یه خواننده بتونه از حنجرش و تارهای صوتیش که مهمترین ابزارش هست و ساز اصلی اون هست محافظت بکنه چیا هست؟ اولینش که قبلا هم یه ویدیو مفصل من براش ساختم که میتونید اینجا ببینید، آب خوردنه. به مقدار کافی باید به بدن آب برسونیم و اینو باید بدونیم که تارهای صوتی بلافاصله بعد از آب خوردن آماده و صیقلی نمیشن، بلکه باید تو طول هفته، تو طول ماه بهشون آب رسانی خوبی داشته باشیم. همه استادا میگن، همه کسایی که تغذیه درس میدن یا دکترای تغذیه دارن در مورد رژیمای مختلف غذایی صحبت میکنن، میگن بین 6 تا 8 لیوان در روز ما باید آب بخوریم. ولی من میخوام خدمتتون عرض کنم که بدن با بدن و شرایط جوی که هر کسی زندگی میکنه با شرایط جوی یکی دیگه فرق داره. یکی جا جنوب ایرانه تو 56 درجه باید واقعا روزی 5 تا 6 تا لیوان آب بخوره، ای بسا باید 10 تا 12 لیوان آب بخوره. بدن با بدن فرق داره، هر کسی به فراخور وزنش و شرایط دیگه فیزیکیش باید مقدار آبی که لازمه تا بدنش به مقدار کافی بهش آب رسانی شده باشه مشخص بشه. توی سایتی که هستش، من سعی میکنم لینکشو براتون این زیر بذارم، کامل میتونید به فراخور بدنتون ببینید چند لیوان در روز باید آب بخورید. ولی به صورت عمومی همه میگن بین 6 تا 8 لیوان آب در روز برای همه لازمه، مخصوصا برای کسی که کارش آواز و گویندگی هستش. میخوام به یه چالش دعوتتون بکنم در مورد آب خوردن. کافیه شما یه هفته به مقدار کافی به بدنتون آب برسونین و بعد آواز بخونین. ببینید چقدر راحت تر میخونین. چقدر انگار حنجرتون صیقل خورده و راحت ترین و سبکتر. این چالش رو حتما انجام بدید و اگر نتیجه ای ازش گرفتید چه خوب چه بد، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. دومی موردی که یه خواننده و یا گوینده باید انجام بده تا از حنجرش محافظت کنه، حرکت‌های کششی قبل از استفاده از حنجره هست. شما حتما دیدید یه ورزشکار وقتی میخواد ورزش شروع کنه، حالا چه دویدن باشه چه ورزش‌های دیگه، قبلش یه سری حرکت‌های کششی یا استرچ انجام میده. تو آواز و گویندگی هم همینه. کافیه که شما ابتدای روز یا ابتدای وقتی که می‌خواید آواز بخونین، همینطوری دستتون رو بزنید رو گردنتون، چند ثانیه این عضلاتتون رو کش بیارین، چند ثانیه بمونین. خواهش میکنم شما هم انجام بدید. اول رفتم سمت چپ، حالا سمت راست، کش بیارین، بذارین این عضلات کامل کش بیاد اینجا کامل. بعدش گردن رو کامل میدم بالا تا این بری کش بیاد عضلات، و بعد سعی میکنم با بیرون آوردن زبون و بردنش تو، این عضلات زبون و همینطور عضلات حنجره رو کش بیارم اینجوری. یه تمرین کششی دیگه. قبل شما لطفاً این کارو انجام بدید. اول چپ، بعد راست، بعد بالا، زبون بیرون. حالا یه حرکت دیگه. سر پایین روی سینه، با کمک دهنمون سعی میکنیم کل صورت رو بیاریم بالا با فک. این کارها هم موجب میشه که عضلاتمون کش بیاد، هم موجب میشه که عضلات دور حنجرمون که خیلی کمک میکنه تو آواز و گویندگی قوی تر بشن. سومین کاری که باید یه خواننده یا گوینده قبل از اجرا و یا استفاده از حنجرش انجام بده تا حنجرش محفوظ بمونه، گرم کردن صداست. یه ویدیو مفصل برای گرم کردن صدا من دارم که میتونید ببینید، ولی به صورت خلاصه چند تا خمیازه درجه یک میکشیم، بعدش از وکال فرای استفاده میکنیم،
واو 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 واو. بعدش میریم سراغ تمرین فوق‌العاده لیپ رول. چندین بار هر کدوم اینا رو انجام بدیم. بعدش میریم سراغ تانک تریل یا چرخش زبان، میشه اینجوری. رو 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 رو. بعدش میریم سراغ گیگ 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 و گوگ 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 که برای تقویت لبه های صوتی اونم هست. گیگ 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 گوگ 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 گوگ. من بخاطر اینکه ویدیو طولانی نشه اینا رو نمیزنم، ولی شما یکی یکی نوتا رو بدیم بالا. بعد از گیگ گیگ گوگ 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 میریم سراغ نی 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 تیز که تو توهنگ من توضیح دادم میشه نی 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 نی. میریم تا نوتای بالایی نی 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 نی. اینجوری صدامون رو گرم میکنیم. پس این شد عادت سوم روزانه برای یه خواننده. اگه فکر کردید با این کارا خیلی مسخره و بیمزه به نظر میان یا همسایه‌ها و دوستاتون گفتن این کارا مسخره چیه، بدونین که تنها نیستین. اکثر خواننده‌ها به هر حال یه جنونی توشون بوده که اومدن سراغ خوانندگی. پس لطفا این کارا مسخره یا بامزه رو حتما هر روز انجام بدین و صداتون رو گرم کنین. چهارمین کاری که نباید انجام بدید تا محافظت بشه از حنجرتون و جزء موارد بهداشت حنجره هستش، اینه که خیلی رجیستر صحبت کردنتون رو پایین یا بالا نبرین. یعنی اگر من اینجا راحتم، حنجرم راحت صحبت میکنه، خیلی این پایین نیارم، یا اگه میارم موارد استفادهش کم بشه، طولانی مدت نباشه. مثلا میخوام اثرگذار با یکی حرف بزنم، صدا میارم پایین ولی کوتاه باشه، زیادش استفاده نکنم، یا خیلی کوکه بالا نبرم، اینجا خیلی صحبت کنم تا به حنجرم فشار بیاد. پس اینم مورد چهارمه که یه خواننده یا یه گوینده نباید انجام بده تا به تارهای صوتیش و حنجرش فشار زیادی نیاد. پنجمین کاری که یه خواننده یا گوینده نباید انجام بده اینه که داد نزنه. حتی اگه عصبی شدیم، توی مشاجره بودیم، تا خواستیم سر یکی داد بزنیم، هم یادمون باشه که ما از تارهای صوتیمون باید خیلی خوب استفاده کنیم. وقتی تو عصبانیت داد بزنیم، تارهای صوتیمون و حنجرمون خیلی منقبض میشه و اثراتش رو فردا و پس فردا میبینیم. پس اگه خدای نکرده دعواتون هم شد، تا میتونین سعی کنین داد نزنین. یا مثلا رفتید مهمونی، صدای موزیک خیلی خیلی بالاست، شما سعی کنید اونجا داد نزنید. فرداش میبینید که چه فشاری رو حنجرتون اومده، مثلا صدای موزیک زیاده، هی میخوای یه چیزی رو بهش بگی ولی نمیفهمه. پس حواستون به این مورد هم باشه. ششمین مورد بهداشت حنجره برای آواز و گویندگی این هستش که یه سری مواد رو ما باید نخوریم، یه سری کار رو نباید بکنیم، مثل سیگار کشیدن، الکل خوردن و بعدش آواز خوندن. مخصوصا اگه الکل خوردیم بعدش حداقل آواز نخونیم. یه سری خوردنی هم هست مثل آب و سبزیجات که باید بخوریم. این پس میشه ششمین عادت روزانه برای بهداشت حنجره. هفتمین مورد اینه که حواسمون باشه جاهایی که خیلی گرد و خاک و غبار هم دارن خیلی نریم، یا اگه میریم حتما بینی و دهانمون رو بپوشونیم. خیلی گرد و خاک و غبار میتونه صدمه بزنه به حنجرمون، پس حواسمون باشه تو جاهای پرگرد و خاک هم نریم. و هشتمین مورد و آخرین مورد این هستش که حواسمون باشه اگه مریض شدیم حتما آواز نخونیم، زیادم صحبت نکنیم تو دوران مریضی. منظور مریضی هایی هست شبیه گلو درد و سرماخوردگی. و کاری که خیلی مهمه تو مریضی باید انجام بدین این هستش که اگر داشتید سرفه میکردید، سعی کنید سرفه ها رو کنترل کنید. من خودم یه بار این اشتباه کردم، سرفه هامو کنترل نکردم، الان مدت ها گذشته است که 3 ماه شده هنوز یه اثری رو حنجرم گذاشته. اگه مثلا من گلوم کلی چرک داره و یه مریضی گرفتم که باید خیلی سرفه های عمیق بکنم، حواسم باشه من یه خوانندم، من یه گویندم، باید کنترلش کنم. یعنی میگم که بگم حالا من نمیخوام بزنم چون خیلی ضرر داره، باید بگم اینجوری صدامو صاف کنم، سرفه رو کنترلش کنم. پس حواستون به کنترل سرفه هم باشه. پس یه بار سری مرورش میکنم. 1. حتما آب زیاد بخورین. 2. حرکت های کششی که با هم مرور کردیم. 3. حتما صداتون رو گرم کنین قبل از خوانندگی و قبل از گویندگی. 4. مورد، حواستون باشه که کوک حرف زدن اون رو خیلی پایین یا بالا نبریم و رجیستر طبیعی داشته باشه حرف زدنمون.
پنجمی مورد، داد نزنیم. حتی دعوامون شد مشاجره کردیم، داد نزنیم، حواسمون باشه خواننده ایم. و همینطور اگه رفتیم مهمونی خیلی صدای موزیک زیاد بود، حواسمون باشه که با صدای آروم حرف بزنیم، بریم دم گوش طرف حرف بزنیم به جای اینکه داد بزنیم تا صدامون به گوشش برسه. ششمین مورد، سیگار نکشیم تا میتونیم، الکل نخوریم، آب و سبزیجات بخوریم. هفتمین مورد، جایی که گرد و خاک داره تا میتونیم نریم. هشتمین مورد، اگه مریض شدیم زیاد آواز نخونیم، زیاد حرف نزنیم، اگه سرفه داشتیم سرفه رو کنترل کنیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر به دردتون خورد لطفاً حتما تو کانال سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. اگه تو اینستاگرام میبینید حتما فالو کنید پیجو، اونجام لایک بزنید، اگه سوالی داشتید تو کامنت ها از من بپرسید. پادزهره این زندگی رو خیلی بهش بها بدید، آواز زیاد بخونید، مواظب روح جسمتون باشید. خردیار و نگهدارتون تا به زودی.